یادداشت می‌نویسی این سربازه ببره واسه رئیس. درخواست ملاقات ضروری می‌کنه. تو همون درخواست ازش می‌خوای که اجازه بده به ضمانت تو من برم تو انباری کاراتو انجام بدم. سرکار، من اینجا کارم تموم شده، میتونم برم. شما همین که مجوز داشتین؟ اشکال نداره، برو. سر طور شده بعد رئیسو ببینی. درست همون موقعی که من تو انباری دارم خریدارو چک میکنم. تو دفتر رئیس کنار میزش یه میز کوچولوی کشودار هست. روش یه دستگاه الکترونیکیه، سه تا آنتن داره، بعد میاد یه دکمه ریز داره بالای سیم برق. به یه چیزی مثل خودکار باید اون دکمه رو فشار بدی. به یه چیزی حدود 10 ثانیه نگه داری تا چراغ خاموش بشه، بعد ول کن. اگه دیر کنی من تو انبار میمونم. برای خود کامپیوتر درست کردی؟ کامران دهنتو ببند، بیا بیرون. ببین یه ایمیل داری یا محرمانه است که تاریخ امروز هم هست. برو تو فولدر رئیس. از وزارت اطلاعات؟ آره، باید تحویلت بدیم وزارت اطلاعات برای بازجویی تخصصی. بکنم اشتباهی شده، من مورد امنیتی ندارم. تموم شد. فعلا بذار همینجا تا بابا بیاد. چه کاریه؟ خب همه رو میذارم پشت ماشین یه دفعه. آخه سویش دست باباست. ناش گرفتم. بابا نیومد؟ سهیلا بابا رو گذاشته سر کار. زودتر پیدا نشد. اب نداره مامان، امروز با این توپ بازی بکن، بعد من برای توپتو پیدا میکنم. نمیخوام، من توپ خودم رو میخوام. سهیلا، مامان، اینا رو ببر بده داداش بذاره پشت ماشین. برو مامان. حواست به اینه باشه تا من بیام. خب به به، چه جوجه کباب کنم من. سیخ و زغال برداشتی؟ آخ زغال یادم رفتش. ای بابا بجام دیگه مادر، من نمیدونم این چه پیکنیک رفتنیه. چی شده؟ هیچی، دیر شد، ساعت 11. خب بشه، ما با کسی قرار داریم، میخوایم بریم نهار بخوریم بیایم دیگه خانم. آخه همیشه تا میجنبیم زور شده دیگه. سهیلا، سهیلا خانم، بیا بابا اینم توپت. آخ جون توپت، دست در نکنی بابا. خوش زحمت بکشم. باش. الو، سلامت ای، چطوری؟ هیچی، با بچه ها داریم میریم بیرون شهر چرخی بزنیم. چی؟ یه بار دیگه بگو. مطمئنی؟ باشه، باشه الان میام.
بله نام خیلی دقیق و حرفه‌ای درست شد. چطور میتونه جعلی باشه؟ قبل از من بچهای بخش کامپیوتر دیدنش، خوندن، از روش پرینت گرفتن. دقیقاً منطبق بر نامه‌هایی بوده که همیشه به دست اون می‌رسیده بدون ذره اشتباه. از این اکسس پوینت مشخصه به صورت وایلس هم شبکه هستید. درسته؟ بله، کلی هم هزینه کردیم که امنیت بالایی داشته باشیم. دیوایسا دقیقاً کجا قرار گرفتن؟ تو مخابرات زندان. یه چند تایی هم تو بخش‌های اداری. و بقیه‌اش هم که با کابل به هم متصلن. قربان، امنیت شبکه نسبتاً بالاست. بله. بعید از طریق کامپیوترهای داخل زندان این اتفاق افتاده باشه. منم همینو میگم سرگرد، غیر ممکنه. تمام لاک‌های سرور رو باید چک کنیم. فهمیدی؟ مخصوصاً دو سه روز گذشته رو. دارم همین کارو می‌کنم. کامپیوتری که در اختیار کاظمی قرار داده بودیم چند بار کنترل کردیم. ما حتی از تمام لحظات کاریش فیلم داریم. در اختیار قرار دادن کامپیوتر اشتباه محض بود دکتر. اشتباه محض. قربان، پریروز ساعت 11:43 یه سری آی پی رنج عمومی به سرور کانکت شدن که همشون از طریق یه پورت اینترنت هستن. یه سری؟ مثلا چند تا؟ 4 تا آی پی. ولی هیچکدوم فعالیتی نداشتن به جز یکیشون. ببین سیستم عاملش چی بوده؟ مک آدرس، کارهایی که کرده. همین الان چند تا از کاربرای شما به صورت بی سیم به شبکه زندان وصل می‌شدن؟ فکر می‌کنم دور و بر 22 تا. معمولاً چه جور اطلاعاتی تو شبکه به اشتراک می‌ذارین؟ یه سری فولدره که برای همدیگه فایل می‌ذاریم، برای پرینت و پیگیری کارهای اداری. قربان، سیستم عاملش ایکس پیه. مک آدرس کارت شبکه‌ش هم مشخصه، ولی تا حالا این رنج رو ندیده بودن. هیچ فعالیت خاصی هم انجام نداده، فقط تو چند تا فولدر رفته و یه سری فایل برداشت و یه فایل هم قرار داده. عرض کردم این خرابکاری خارج از زندان بوده. ما اصلا اینجا سیستم عامل ایکس پی نداریم، همش یا ویستا یا 7. چطور این کارو کرده؟ مک آدرس دیوایسی که این 24 تا سیستم بهشون وصل میشن چیه؟ زود باش. قربان، ستای اولش F866F2 اختصاصی دیوایس های شرکت سیسکو. خب چک کن ببین محل دقیقه این دیوایس کجاست. قربان، دقیقا 7 تا دیوایسه. مک آدرس یکی رو گرفتم و ریپیتر ایجاد کردم. اکسس پوینت وایرلس مرکزی دقیقا تو کدوم بخش اداری تعبیه شده؟ همونجا رو میزمه بغل مانیتور. این؟ بله. اشتیاق، فوراً لاک فایل اکسس پوینت رو مستقلاً چک کن. برو. اگه یادتون باشه پریروز تمام سیستم‌های وایرلس زندان قطع شده بود که بعد بچه‌ها نگهداری شبکه اومدن همه رو درست کردن. جالب جناب سرگرد، دقیقاً ساعت 11:32 این اکسس پوینت به صورت فیزیکی ریسیت شده. به محض اینکه بالا اومده به صورت پیش‌فرض توی حالت DHCP مونده. همون موقع 4 تا سیستم بهش نصب شده و ازش آی پی گرفته. مک آدرسی هم که مشکوک بود و سیستم عاملش ایکس پی بودم جزء همین 4 تا سیستمه. اکسس پوینت از حالت ریپیتر خارج شده و چون این دیوایس مرکزی بوده به شبکه کابلی زندان متصل بوده. به فولدر شیر دسترسی داشته و از همین طریق هم نامه جعلی وزارت اطلاعاتو تو فولدر نامه‌های دریافتی روز قرار داده. صبحم که کارمندا اومدن یه پرینت گرفتن دادن به شما. به همین راحتی. دقیقاً. این مک آدرس فقط یک بار اونم به مدت 28:34 به شبکه دسترسی داشته. ولی کامران خیلی سریعتر از 28:34 است. کاظمی تو این زمان دقیقاً کجا بوده؟ دقیقاً تو انبار. تو انبار؟ کلید انبار معمولاً میشه کیه؟ مسئولش مدیر بخش خدماته. تو هر پست تحویل مأمور مربوطه میده و میگیره. یه دونش هم پیش خودم. عطایی، یه سری به این مدیر بخش خدمات بزن. یه صحبتی هم با این سربازی که کامران از زندان برده بیرون بکن ببین چیزی دستگیرت میشه. چش، برو. بفرمایید من راهنماییتون میکنم. من لازمه با شهاب هاشمی حرف بزنم. متأسفانه شهاب هاشمی الان زندان نیستش. نیست؟ یعنی چی؟ همون روز که شما اومده بودید با شهاب هاشمی صحبت کنید، خب توی یه درگیری که هنوز علت و عاملش مشخص نشده به شدت از ناحیه سر آسیب دید و الان توی بیمارستان.
اشتیاق نگاهی اطراف بنداز. بله قربان. فاصله دفتر شما تا اینجا تقریبا کمتر از 200 متره. متر نکردم. چطور؟ من مطمئنم اون همینجا کارشو کرده. جناب سرگو سی پی یو هارد کارت گرافیک رم از هر کدوم یه قطعه برداشته شده و حتما یه جای دیگه یه کامپیوتر کامل سر هم شد. اینجا هم یه سری کامپیوتر اسقاطی هستا. اسقاطی نه بابا، سالم. نه اینا اسقاطی هم سالم نیست. یا بله قربان. بیا ببینم. بله وسط کامپیوتر چه اینجا پنج کرده. بجون یه نگاهی به این بنداز. شهاب با همین وسیله زده. شک ندارم این خونه شهاب هاشمیه. چی شد؟ تقریبا بیشتر از اون چیزی که خودمون میدونستیم هیچی. حدس میزدم. خیلی خوب. بیا اینو برای نمونه برداری خونش ببریم. بیا. چی پیدا کردی؟ این همون سیستم عامل XP ثبت شده است. لایک فایلش هم کاملا مشخص کرده که به اکسس پوینت بالا کانکت شده. این کارت شبکه‌اش کجاست؟ همینه؟ بله قربان. خب اینم با خودمون باید ببریم اداره. چش. این هم فایلش. وقت رو تلف نکنیم بچه. جناب سرگرد هیچی. پاکه پاکه. مالکیه؟ مهندس امیر سعیدی. شیش ماه پیش اینجا رو خریده که بکوبه مجتمع بسازه. بازجویی بشه. هر کیم که باش در ارتباط بوده و اینجا رفته آمد داشته بازداشت کنید. چشم. همه رو. چشم. ببین. اینجا شومینه داره؟ نه. پس یه سر موتورخونه بزن گرمه. بله. پیدا کردیم. اینجا پر از اثر انگشته. بچهای انگشت نگاری میگن تا حالا 38 تا اثر انگشت پیدا کردن. هزار تا هم که باشه باید همه رو اثر برداری کنیم. بله قربان. Thank you.
سرکار عباسی، چیزی پیدا کردین؟ نه قربان، چیزی پیدا نکردیم. من چیزایی پیدا کردم. کاغذه؟ بله، اونم یه تیکه پارچه است. اینا رو بدین آزمایشگاه. بله. اوسیلاتور با یه فلش مموری ساده که از چیپستش برای دور زدن درایورهای پلاگ اند پلی استفاده کرده. تغییر در درایورها و مک آدرس‌ها کار هر کسی نیست. فقط از عهده پروگرامر نابغه برمیاد. چرا که فلش مموری ذاتاً کارش ذخیره اطلاعاته. مهندس شما فکر می‌کنی این کارا رو خودش تنهایی کرده؟ از نظر من این کار کار گروه 5 نفره شامل پروگرامر، یک تامین کننده سخت افزار، یک تامین کننده ابزارآلات، یک مهندس مخابرات و یک ستون پنجمیه که از محل دقیق مین اکسس پوینت اطلاع کامل داشته و تونسته به موقع وارد بشه و ریستش کنه. حالا اگر به تنهایی این کار رو کرده باشه. مهندس اجازه بدیم یه چیزی رو توضیح بدم. جناب سرگرد، من تحقیق کردم. ساختار شبکه زندان کابلیه. بین ساختموناش هم فیبر نوری. تا اینجا همه چی اصولیه. تا میرسیم به بخش اداری زندان که تقریبا 3 سال پیش یه اکسس پوینت لینسیز برای ارتباطات وایرلس نصب کردن. به این ترتیب طبیعیه که تمام پرسنل با پیشرفت تکنولوژی از ارتباطات جدیدتر استفاده کنن که وایرلس هم هستن. دقیقاً. درسته که شبکه زندان کابلیه، ولی غالب ابزارها وایرلس هستن. همین هم باعث شده که بخوان شبکه وایرلس زندان رو گسترش بدن. و از طبیعه 7 اکسس پوینت صنعتی با آنتن دسیبل بالا که کار ریپیت کردن روتر مرکزی رو انجام میده استفاده کردن تا تمام یوزرها بتونن از مقاومت به راحتی به شبکه وایرلس زندان دسترسی پیدا کنن. البته ورود به پورتال ها به همین راحتی هم نبود، چون پسورد ها و فایروال های پیش رو امنیت شبکه رو تضمین میکردن. احتمالا مثل همیشه پشت این حوادث یه عامل انسانی وجود داره. تحقیقات منم همین رو نشون میده، شاید هم چند عامل انسانی. پورتال زندان باگ های زیادی داره که هنوزم برطرف نشده. دلیلش هم اینه که هنوز پول تیم برنامه‌نویسی رو به صورت کامل پرداخت نکردن. اونا هم حاضر به تغییر ورژن نبودن. دومی که تعریف درستی از شبکه وایرلس زندان تا این لحظه ما نداریم. به خاطر همین هر کسی میتونه به شبکه شهر زندان دسترسی پیدا کنه و درونش فایل قرار بده، ازش فایل برداره. یه خطا رو وقتی جدی نمیگیریم تبدیل به جریان میشه، جریان هم تبدیل به قانون میشه. اما نکته مهم دیگه ای که کمتر بهش توجه شده اینجاست. نامه‌های زندان اکثرا پی دی اف هستن. پروسه پی دی اف کردن از طریق پرینت اتفاق میفته. تو این پروسه پایین تمام نامه‌ها یک آی پی و یک پورت قید میشه که این دقیقاً آی پی و پورت پورتال زندان هستش و این ایراد خیلی بزرگیه که زندانی به بهترین نحو ممکن ازش استفاده کرده. بله قربان، من بایگانی الکترونیکی زندان دیدم. همونطور که مهندس اشاره میکنن، نامه‌ای که نمونش اینجاست دقیقاً آخرین مکاتبه دادگاه با زندانی بوده که وقتی از طریق پورتال پرینت شده آی پی پورتال هم زیرش قید شده. بله، جمشید کاظمی هم حداکثر استفاده رو از این خطا کرده، وارد شبکه شده، یکی از فایل‌های ارسالی وزارت اطلاعات رو برداشته، تغییر شده و گذاشته تو فولدر نامه‌های رئیس. دیگه چی داریم مهندس؟ جناب سرگرد، ما تونستیم تمام اطلاعات رو ریکاور کنیم. حفاظت اطلاعات زندانی یک نرم افزار میکرو ریکوردر رو تمام سیستم‌ها نصب کرده بود که ما از اون طریق تونستیم تمام مراحلی که زندانی تو انبار انجام داده بود رو ببینیم. ملاحظه کنین. تغییر نام محرمانه وزارت اطلاعات به عکس و نام خودش. نکته‌ای که واسم جالبه بدونم اینه که چرا هاردو به صورت فیزیکی از بین نبرده بود؟ حتما دلیلی داره. اون برای هر کاریش دلیل داره. شاید هم یه نشونی، مطلبی، چیزی برای ما گذاشته. دقیقا همینطوره. توی مراحل من وقتی داشتم چک میکردم به این مسئله برخوردم. پایین تمام نامه ها یک آدرس و پورت هستش که زیر نامه محرمانه جمشید کاظمی کاراکترهایی هستش که تمام این کاراکترها منطقی هستن به غیر از چند کاراکتر. کلونر. این اسم یه ویروس معروف نیست؟ دقیقاً. یکی از مخربترین ویروس‌های تاریخ کامپیوتره که این ویروس خصلتاً ویروس هوشمندیه. کلونر. جمجمش ترک برداشته، یه قسمت از مغزش هم آسیب دیده.
بعد از عمل جراحی لخت‌های خونی که در اطراف مغزش جمع شده بود تخلیه شده. الانم وضع عمومی بیمار خوبه. مشکل خاصی نداره. ممنونم. خسته نباشید. من توی دفتر کارم هستم. یه کاری داشتی در خدمت. بله خواهش می‌کنم. یه سوال. حالا که کامران فرار کرده این آدم به چه دردمون می‌خوره؟ هیچ کس به اندازه این نمیتونه حرکت بعدی کامران رو حدس بزنه. پس اگه اینطوری که شما میگین کامران خودش خوب میدونه که شهاب میتونه با دادن اطلاعات به اون توی دردسر بندازه. دقیقاً. برای همین هم هر آن احتمال داره بیاد سر وقتش. پس باید خیلی مراقبش باشه. بریم. سلام. تو بیداری؟ مگه میتونستم بخوابم؟ چرا جواب تلفنامو نمیدی؟ نشد بابا، معذرت میخوام. گرفتار بودم. شام خوردی؟ نه بابا، شام کجا بوده؟ غذا رو گرم نگه داشتم، منو برات میارم. نمیخورم اوجه جان، من خیلی میل ندارم. یه لقمه یه چیزی باشه بس. باشه، پس تو دست صورت تو بشوری برات میارم. بهروز. بله. نمیخوای بگی چی شده؟ چی شده؟ همین که امروز رو اونجوری ما رو ول کردی رفتی، همین که صد بار بهت زنگ زدم جواب تلفن منو نمیدی، همین که این وقت شب اومدی خونه. بس بگیم موجه جان، خواهش میکنم. بهروز، من تو رو خوب میشناسم، خوب میفهمم وقتی که شرایط ذهنیت به هم ریخته است. تو اینکه تازگی نداره، کار دیگه. یه بار میبینی شرایط برای وفق مراد نیست. چایی داری؟ برات غذا دارم میارم. دست در نکن، ببخشید. دست در نکن. عملیات داشتی؟ کسی کشته شده؟ نه خانومم، نه. یه زندانی فرار کرده. همین. مگه تو مسئولشی؟ یا مگه از دست تو فرار کرده؟ نه، ولی آدم خطرناکیه. ای وای، باز تن لرزمون شروع شد. شما واسه چی؟ یعنی چی؟ مگه میشه تو به هم ریخته باشی، نگران باشی، اون وقت ما میدونی یاد چی افتادم؟ اون خیر ندیده بچه‌م سهیل رو دزدیده بود. وای، هر وقت یاد اون روزا میافتم تمام تنم یخ میکنه. راستش امروزم تو اونجوری گذاشتی رفتی، هرچم که به تلفن زدم جواب ندادی، یا دلم هوری ریخ پایین. گفتم نکنه خدای نکرده بلایی سرت اومده باشه. منم امروز خیلی یاد اون جانی بودم، جمشید کاظمی. هم من هم همکارم. چی شد؟ بالاخره اعدامش کردن یا نه؟ نه، اعدام نشد. دیروز با یه ترفند عجیبی از زندان فرار کرده. چی؟ اون از زندان فرار کرده؟ ماما کی از زندان فرار کرده؟ ماما، تو چرا بیدار شدی؟ نه.
برو سوار شو. سهیل مامان گیر نده دیگه، سر صبحی اوقاتمون رو تلخ نکن دیگه مامان. ببین مامان، 8 دقیقه دیگه مترو میرسه، اگه به جنبم رسیدم بهش، هم سریعه هم مطمئن. چرا وایسادی بابا؟ دیرتون میشه، برو سوارشو بریم. بیا خدافظ. خدافظ. حتما بابات باید بیاد بگه. نه صبح بخیر قربان. سلام. سلام. با مخبرش حرف زدی؟ بله قربان، اون که حسابی کلافه بود، گفت این آدم هر کاری کرده تنهایی کرده، نه با کسی حرف میزده، نه با کسی نشست و برخاست داشته، حتی این چند دفعه اومده بهش نزدیک بشه راه نداده، فقط همین مهندس اشراقی. مهندس چیه؟ مخابرات. تونستی چیزی ازش دروری؟ نه، گفتش من فقط چند تا نکته آموزشی بهش گفتم همین. قطعا در زمینه اتصال به شبکه‌های مخابراتی زندان ازش کمک گرفته. جناب سرگرد ملاحظه بفرمایید، تو وسایل باقی مونده از صحنه یه بخشی از نقشه مدار اوسیلاتور بود که دادیم بچه خط‌شناسی. بعد از مطابقت مشخص شد که خط مال مهندس اشراقی. آخه یاد دادن نحوه ساخت قطع الکترونیکی نمیتونه فی ذات جرم باشه که. اون میگه من مهندس مخابراتم، یه زندانی هم از این سوال علمی کرده، من جوابشو دادم. بله اینم دقیقا همون چیزی که اشراقی گفت دیگه. دیگه تریکی دیگه لوله چی شد؟ تاسیسات دست یه شرکت پیمانکاری نیمه دولتی بوده. من سوابق شرکت رو بررسی کردم قربان، همه چی درسته، روابط کاریشون با ندامتگاه مرکزی کاملا روشنه. بله، بچه های تیم بررسی صحنه جرم، خرابکاری و دخالت انسانی تو این بخش رو تایید کردن. بله دیگه، ترکه دیگه لوله و به هم ریختگی بخش اداری زندان کار خودش بوده، یه جوری که تمرکز مسئولین زندان به هم بریزه دیگه، نران به سمت استعلام از وزارت اطلاعات. معلومه کی لوله رو دستکاری کرده؟ نه، ولی تابوتش رو در میاره. قربان، معاون زندان تماس گرفت، گفت که یکی از زندانی‌ها میخواد با پلیس حرف بزنه. با ما؟ بله قربان. قول بدید از خانواده من مراقبت میکنید. در قبال چی؟ کاظمی؟ اون خونه منو پیدا کرده، حتی محل کار همسرم، مدرسه یه دخترمو پیدا کرده، همه چیز راجع به زندگی من اون میدونه. باش، قول میدم نگران نباش، ما نمیذاریم خانواده تنها بمونن. من کمکش کردم که فرار کنه. تو کمکش کردی؟ چجوری؟ اون روز که با لیست نیازهای کتابخونه خدمتتون رسیدم. من یادم. اون دستگاه رو دستکاری کردم. یعنی چی دستکاری کردم؟ آخه خانواده منو تهدید کرده بود، حتی به من گفته بود که به شما بگم قصد فرار داره. ای کاش اینا رو به من میگفتی آقای دکتر. چه ساعتی بود؟ قرار بود سر ساعت 11:30 کار رو انجام بدم. جام سر بود، شما به من قول دادید. آره قول دادم، سر قولم هم هستم. ما جوابمون رو گرفتیم، آقای جمشید کاظمی همدست داشته. متاسفانه یه همدست خوب و مطمئن. مصطفی We'll be right back.
صحبت ما با بازجویی از یکی دو زندانی تقریبا تکمیل شده. الان دیگه 0% مسیر طراحی و اجرای نقشه فرار جمشید کاظمی از زندان به تفصیل تو این گزارش اومده جناب سرهنگ. همینقدر خدمتتون عرض بکنم که ما تو زندان یه میله پیدا کردیم که به نظر کارشناسامون 2 سال وقت میبره که یه نفر با یه سوهان کوچیک بتونه اونو ببره و اون این کارو کرده. یعنی از روز اول نقشه و برنامه طولانی مدت داشته. پس فرجام خواهشم با برنامه بوده. بله قربان. بله. میگن بعضی موقع ترحم بر پلنگ تیز دندان. خیلی از زندانی‌ها اعتراف کردن که از جمشید کاظمی پول گرفتن. ظاهرا باید قبل از دستگیری تو جاهای مختلف شهر پول نقد و کارت آبربانک قایم کرده باشه. خیلی عجیبه. خب برنامه بعدی چیه سرگرد؟ حد زدن حرکت بعدش کار ساده نیست جناب سرهنگ. الان تنها چیزی که دستمونه محل تحویل فراریه. ما همه تمرکزمون رو گذاشتیم رو اون خونه. باشه سرگرد. فقط از گذشتهش غافل نشو. بعضی موقع با گشتن صندوقچه های قدیمی چیزای جدیدی کشف میشه. چشم. قربان، روزنامه‌ای که خواسته بودید تو سیستمتون. شاید اینکه هنوز هم همین شکلی باشه. بله، با چاپ این عکس عملا داریم بهش میگیم چقدر برای اون اهمیت داره و داریم کاری میکنیم که چهره و هویتش رو تغییر بده. درست. ما الان باید دنبال یه جمشید کاظمی بگردیم با چهره و هویت تازه. نتیجه چهره‌نگاری اون مامور قلابی سازمان امنیت شد. آماده شد؟ بله، الان میفرستم ببینیم. قربان، اسم جمشید کاظمی هنوز تو لیست ممنوع خروج است، ولی من عکس و تفصیلاتی که داشتیم رو براشون فرستادم تا نتونه با هویت دیگه ای از مرزهای کشور خارج شه. بسیار. امری نیست؟ بفرمایید. با اجازه. آماده است، بفرمایید. سابقه ازش پیدا کردین؟ نه، هیچی. از سازمان‌های امنیتی هم استعلام گرفتن. پس با این حساب باید صبر کنیم طرف وارد عمل بشه بعد ردشو بزنیم. ولی جناب سرگردون اهل کارهای کوچیک نیستا. باید تو عرصه‌های بزرگ دنبالش بگردیم. مثلا کجا؟ مثلا بازار ارز، طلا. با توجه به اینکه تو سوابقش کلاهبرداری از صرافی هم درج شده. ببین، یه بخشنامه تنظیم کنین برای اتحادیه طلافروشی‌ها و صرافی‌ها. بنویسین که هر معامله‌ای که بالای 100 میلیون میشه، باید به اطلاع ما برسه. صحت نقل و انتقال و هویت خریدار باید به تایید ما برسه. چشم.
اشتیاق، گزارش آزمایشگاه چی شد؟ اینجاست قربان. اثر انگشتایی که توی خونه 88 پیدا کردیم عملاً هیچ سابقه ای نداره. وسایلی که سوزونده بود چی؟ به غیر از خاکستر لباس و کفش زندان، یه مقدار خاکستر دیگه پیدا شده که در اثر سوختن اصالتش از دست داده و معلوم نیست چیه. فقط یه تیکه کاغذ پاره هم پیدا کردیم توی یکی از اتاقا که طبق نظر آزمایشگاه یه بخشی از رسید خرید غذاست. خیلی خوب. همه رستورانای محله رو بگرد. عکس کامران هم همراهت باشه، ببین اون دوره برای کسی دیدتش یا نه. بجون. اطاعت کن. جناب سروان عزیزی. بله قربان. حالا شهاب و هاشمی رو بیمارستان جویاشون. چشم. برو ببینم سویلا. این چه رفتاریه سویل خان؟ چه رفتاریه ماما؟ یعنی شما نمیدونی؟ من نمیفهمم اینکه یه بچه با پدر مادرش بره مدرسه و بیاد اشکالش کجاست؟ خیلی هم اشکال داره. شما داری میگی بچه، من که بچه نیستم. پس نیازی هم به مراقبت ندارم. آخه چه اشکالی داره ماما ما رو برسونه و بیاره؟ شما ساکت، بچه‌ای نمیفهمی. اون وقت تو میفهمی آره؟ این رفتاری که داری الان با مادر و خواهرت میکنی درسته؟ شب که بابات اومد خونه من تکلیف این بحث رو روشن میکنم. خودش این مسئولیت رو به من داده، خودش هم بگه من باید چی کار کنم. اگه سلام میدونه تو تنها بری بیای باش، من حرفی ندارم. اگرم بابا قبول نکنه من دیگه مدرسه نمیرم. بهروز جانم، سویل هنوز بیداره ها، نمیخوای بری باش حرف بزنی؟ چرا الان پا میشه؟ میگم بهش نگی کامران از زندان فرار کرده. نه خانم، نه، حواسم هست. این روز اخلاقش خیلی تند شده. خب اختزه سن و ساله شده یه خانم، شما نگران نباش. سویل جان، بابا بیداری؟ بله بابا، بفرمی. جان نخوابیدی؟ داشتم کتاب میخوندم. خب اینجوری که صبح نمیتونی بلند شی؟ فردا نمیرم مدرسه. چرا، تعطیلی؟ نه تعطیل که نیستیم، خودم نمیخوام برم مدرسه. عجب، اون وقت چرا؟ حتما مامان باهاتون صحبت کرده دیگه. میخواد ما رو این بچه کوچولو ببره مدرسه و برگردونه. میترسه لولو ما رو ببره. خب اشکالش چیه؟ صبح که مادرتون داره میره دانشگاه میبرتتون، بعد از اونم براتون میگردونه. بابا، بچه‌ها برام دست میگیرن. اونا همین الان منتظر یه فرصتن تا آدمو تابلو کنن. سهیل جان، هر کسی شرایط زندگی خودشو داره. الانم شرایط زندگی ما اینجوریه که مادرت باید ببره و بیارتتون. بابا بیا منطقی باشی. من الان یه جوون دبیرستانیم. به نظر شما اگه یه جنایتکار به من حمله کنه، من خودم بهتر از عهده خودم برمیام یا ماما؟ بعدم وقتی مامان با من باشه جلوی دست و پای آدمم میبنده. حرفت کاملا درسته پسرم، ولی خب اینجوری مادرت خیالش راحت داره. میخوای اصلا یه مامور بذارم بیاره ببرتتون؟ دیگه بدتر، تحت تدابیر شدید امنیتی. بابا مگه چی شده؟ یه زندانی از زندان فرار کرده، الان خانواده همه پلیسا همینجوری میرن و میان. آره عزیزم، اگه لازم باشه همینجوری میانو میرن. شرط ما الان عادی نیست بسرم، حداقل شماها. همچین یه جوری حرف میزنی انگار کامران فرار کرده. شما اینجوری فکر کن، این روزا صلاحیه که مادرت ببره و بیارتتون. حالا من بهش سفارش میکنم، میگم دورتر از مدرسه پیادت بکنه که بچه‌ها نبینن برات دست بگیرن. باشه، هر چی شما بگین. چشم. آفرین پسر، حالا بگی بخواب فکرشم کن.